واژن صورتی یا سیاه مرد ایرانی کدوم رو میخواد امروز یک چالش جدید و هیجان انگیز رو داریم سوال اینه واژن صورتی یا سیاه مردان ایرانی کدوم واژن رو بیشتر میپسندند در این ویدیو تعریف دقیق واژن صورتی و سیاه رو داریم همینطور مقایسه عدید مرد و, و در آخر هم نظرسنجی و آمارا شما هم یادتون نه تو این چاله شرکت بکنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید سلام مرگم هستم من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه عاطفی و جنسی زندگیتون رو داشته باشید لطفا با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید با من همراه باشید همه رو دوست دارم تعریف واژن صورتی بذارید از واژن صورتی شروع بکنیم این رنگ به نوعی نماد لطافت زیبایی در نظر گرفته میشه وقتی به واژن صورتی فکر میکنید یادآوری حسهای عاشقانه و صمیمیتر رو هستیم خیلیا این رنگ رو با زنانگی و جذابیت میشناسند وقتی مردی به این رنگ نگاه میکنه به یاد نزدیکی عاطفی و عاشقانه عمیق میفته واژن صورتی معمولا نشونه ای از سلامت و بهداشت بالاست وقتی مردها به این رنگ توجه میکنن احساس میکنن که با یک زن که به خودش اهمیت میده و مراقب خودش هست طرف هستند. این حس اعتماد به نفس رو برای مردا بسیار بالا میبره و جذابیت رو در چشم اونها هم بیشتر میکنه وقتی مردی واژن صورتی رو میبینه احساس میکنه که با یک تجربه دلپذیر و گرم مواجه شده این رنگ نه تنها زیبایی رو به تصویر میکشه بلکه حس خوشایندی رو هم به وجود میاره که میتونه تجربه های جنسی تاثیرگذاری رو داشته باشه این رنگ میتونه یادآوری لحظات شیرین و رمانتیک باشه که مردا رو به سمت عمیق ترین لذت جذب میکنه خیلی هم مردا این رنگ رو به عنوان نشونه ای از محبت و عشق واقعی میبینن وقتی واژن صورتی رو میبینید بیشتر به لطافت و احساسات توجه میکنید این رنگ میتونه حس ارتباط عاطفی عمیق رو در شما به وجود بیاره و باعث بشه که مردها احساس نزدیکی بیشتری رو بکنن علاوه بر این واژن صورتی معمولا خیال پردازی رمانتیک و جذاب رو همراه داره مردا وقتی به این رنگ فکر میکنن یاد لحظات خاص و شیرین زندگیشون میافتن این میتونه به جذابیت این رنگ هم اضافه بکنه این یک حس خوبی هستش که مردا تجربه میکنن و لذت میبرن پس واژن صورتی با لطافت و زیبایی در ارتباطه و میتونه نشونه ای از عشق و نزدیکی عاطفی باشه این رنگ برای بسیاری از مردا جذابه دلنشینه و احساسات عمیق رو در تجربه هاشون ایجاد میکنه پس وقتی به واژن صورتی فکر میکنید میتونیم این رنگ رو به عنوان یک نماد از عشق زیبایی نزدیکی عاطفی بین دو نفر ببینیم این رنگ میتونه این حس رو در یک فرد به وجود بیاره ممنونم که با ما هستید و دنبال بالا بردن کیفیت زندگیت هستی واقعا به جای درستی اومدی ویدیوهای این کانال برای شما مفیده یادت نره با سابسکرایب و لایک از ما حمایت کنی تا بیشتر شناخته بشیم حالا بریم برای ادامه ویدیو تعریف واژن سیا حالا بریم سراغ واژن سیا این رنگ شاید خیلی رو به چالش بکشه اما باید بگم که واژن سیا هم جذابیت خاص خودش رو داره این رنگ به نوعی نماد جسارت و اعتماد به نفسم محسوب میشه و برای برخی از مردا علامتی از یه تجربه هیجان انگیز و متفاوت میتونه باشه وقتی به واژن سیاه فکر می کنیم ممکنه به یاد تنوع و زیبایی مختلفی بیافتیم این رنگ معمولا به عنوان نشونه ای از زنانگی با پوست تیره شناخته میشه و به همین دلیل میتونه حسهایی از فرهنگ و اصالت رو به همراه داشته باشه مردان ممکنه به این رنگ به عنوان نمادی از جذابیت و قدرت زنانه نگاه بکنن واژن جن سیاه به نوعی میتونه حس رمز و راز و جذابیت خاص رو منتقل بکنه این رنگ میتونه به مردا حس کنجکاوی و ماجراجویی هم بده برای خیلی خیل یا این رنگ یادآوری تجربیات جدید و هیجان انگیز در رابطه جنسی شونه. این حس ماجراجویی میتونه باعث بشه که مردا بیشتر به دنبال کشف و تجربه های جدید باشن برخی از مردا ممکنه این رنگ رو به عنوان نشونه یا جسارت و قدرت ببینن وقتی به واژن سیاه فکر میکنن احساس میکنن که با یک زن قدرتمند و با اعتماد به نفس طرفن این حس میتونه تأثیر عمیقی رو بر روی روابطشون به وجود بیاره و احساسات قوی تری رو هدایت بکنه درشون علاوه بر این واژن سیا ممکنه حس آزادی رهایی رو به مردا بده رنگ میتونه نشونه ای از عدم قضاوت و پذیرش رو بده مردم ممکنه به این رنگ به عنوان یه نماد از عشق و جذب شدن به تفاوت ها نگاه بکنن پس واژن سیاه هم به عنوان یک نماد از زیبایی و جذابیت در نظر گرفته میشه و یادآوری یه ارتباطات عمیق میتونه باشه به نوعی این رنگ به عنوان یک تجربه جدید و متفاوت در دنیای روابط هستش پس وقتی به واژن سیاه فکر میکنید میتونید این رنگ رو به عنوان نمادی از جسارت قدرت در تنوع در نظر بگیرید این رنگ ممکنه حس خوبی رو به شما مردم منتقل بکنه و در شکری روابطتون و کیفیت ارتباطتون اثر داشته باشه مقایسه واژن صورتی و سیاه دید مردم بیایید درباره دو نوع واژن یعنی صورتی و سیاه از دید مردم بیشتر با هم صحبت بکنیم هر دو نوع جذابیت های خاص خودش رو داره اما مردا چطور به این دو واژن نگاه میکنن اول از همه واژن صورتی بیشتر به احساسات نرم و لطیف مرتبطه وقتی مردی به واژن صورتی نگاه میکنه ممکنه احساس کنه که با یک زن عاشق و مهربون طرفه این رنگ به نوع یادآوری دوران عاشقانه و لحظات شیرینه و برعکس واژن سیاه میتونه احساس قدرت و هیجان رو در مرد بیدار بکنه وقتی مردی این رنگ رو میبینه ممکنه حس کنه که با یک زن مستقل و خودساخته طرفه این رنگ میتونه برای مردها جذابیت خاصی رو داشته باشه چون نشون دهنده تجربه ها و داستان های منحصر به فرد یک زن هستش مردا به واژن صورتی به عنوان یک نماد از زیبایی و لطافت نگاه میکنن این رنگ به طور طبیعی میتونه حس نزدیکی رو در رابطه افسایش بده اما وقتی نوبت به واژن سیاه میرسه این رنگ حس دیگه ای رو به مردم منتقل می کنه حس جسارت و تمایل به تجربه های جدید رو مردم ممکنه احساس کنند که با انتخاب این رنگ وارد یه دنیای متفاوت و ماجراجویانه میشن از نظر جنبه های فرهنگی واژن صورتی بیشتر به رنگ ها و زیبایی ها هم نزدیکتره اما واژن سیا میتونه نماینده یه چالش فرهنگی باشه مردا ممکنه با واژن سیا احساس کنن که در حال تجربه یک فرهنگ جدید یا دیدگاه متفاوت از زنا هستن این حس میتونه خیلی جالب باشه وقتی مردا با واژن صورتی رو نگاه میکنن بیشتر به دنبال نزدیکی عاطفی تو روابطشون هستن در حالی که واژن سیا بیشتر ممکنه احساسات هیجانی و پر جنب و جوش رو در فرد تجربه بکنه و زنده بکنه این رنگ میتونه حس کنجکاوی و ماجراجویی رو بیشتر بکنه برخی از مردان ممکنه که به واژن صورتی به عنوان یک نمادی از بیگناهی و معصومیت نگاه بکنن و اما واژن سیاه میتونه برای مردها یادآوری قدرت و اعتماد به نفس در روابط جنسی باشه تجربیات فردی مردم ممکن هستش که بر اساس تجربه هایی که به دست آوردن با شرکای جنسیشون نظر خاصی درباره رنگ واژن داشته باشند. برخی ممکن هستش که به خاطر اولین تجربه جنسی خودشون رنگ خاصی رو بیشتر بپسندن در حالی که دیگران ممکن هستش که به خاطر تجربیات مثبت یا منفی نظرات متفاوتی رو داشته باشند. این تجربیات میتونه بر روی سلیگه هم تاثیر بذاره تا با توجه به احساسات و تجربیات خودشون انتخاب کنند. نتایج نظرسنجی و آمار حالا بیایید کمی درباره نتایج نظرسنجی و آمار مردا صحبت بکنیم جالب اینجا هستش که وقتی از مردا درباره این دو نو واژن سوال میکنیم واکنش های خیلی متفاوتی رو میبینیم اکثر مردا به واژن صورتی به عنوان نماد لطافت و زیبایی نگاه میکنن این رنگ بیشتر یادآوری عشق و نزدیکی عاطفی هستش اما از طرف دیگه واژن سیاه هم برای مردا جذابیت خاص خودش رو داره چون احساس قدرت و جذابیت رو منتقل میکنه آماران نشون میده که حدود 60 درصد مردا به واژن صورتی تمایل بیشتری دارن و این به خاطر احساس آرامش و نزدیکی عاطفی هستش که با این رنگ تجربه میکنن اما جالب اینجاست که چهل درصد دیگه هم به واژن سیاه علاقه دارم این مردها به دنبال هیجان و تجربه های جدید هستند و احساس میکنند که این رنگ میتونه نمایانگر شخصیت قوی و مستقل طرف مقابل باشه در کل هر دو طرف داره خودشون رو دارن و این نشون دهنده تنوع سلیقه ها در بین مردا میتونه باشه حالا نوبت شماست کدوم یکی رو جذابتر میدونید واژن صورتی یا واژن سیاه منتظر نظراتتون هستم لطفا لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوها رو از دست ندید شاد باشید